دوستای های عزیز سلام از سیلا شمیستم باز هم در حضور شما قرار دارم امیدوارم جور سهتمند باشین درس قبلی شما با ماشین خیاطی آشنا شدین و درس امروزی ما در مورد پرابلم های ماشین خیاطی و رای حلش می باشه خوب ماشین های خیاطی هر کمپنی که هست وجه مشترک خواهد داره و رای حل پرابلم ها و رای حلش هم تقریبا مشابه می باشه خب زمانی که یک آشانی تار از زیر پارچه تان می بینین یا ای که کوکای روی بخی تان به شکل مورایی ظاهر میشه یا ای که کوکای تان رد میشه یا تار سوزن تان متداوم کنده میشه خب این پرابلم که شما همیشه در جریان خیطی باش سر میخورین، بنان بهتر از بفهمین که این پروبلم ها از کجا شروع شده یا از مشکل در کدام قسمت ماشین است که با این پرابلم شما سر میخورین خب معمولاً پروبلم و زمانی که در روی پارچه تان پرابلم ظاهر میشه در روی پارچه تان مشکل ده مشلاو و می باشه و زمانه که در زیر پار چیتانی از زیر بخیتانی یاش یعنی تاره یا مقام چی تاره میبینین مشکل در روی ماشین است در این ماشین میباشه مشکل در تاراندازی میباشه مشکل در تنشن ماشین است مشکل در سوزن ماشین میباشه خب در قدم اول, اول باید چی کرد؟ در قدم اول تار ماشین تانه کاملا از تار از ماشین جدا کنین و دوباره از سر تار, دا... تار اندازی کنین باره امکان داره که از یک قسمت از این از یک قسمت مخصوصا از این قسمت که میبینین از این قسمت چون اینجا جریش باز است اکثر اوقات تار از جه خود اعلام میده از این قسمت و امیشه اینمی باعث میشه که همچه تاره در زیر پارچه تان میبینین و که تار از این قسمت خود اعلام میده خب امکان داره مشکل در سوزن ماشین باشه یعنی نک سوزن زمانی که زیاد استفاده میشه یه نک خراشیده میشه و اکثرا کوکایتان که رد میشه مشکل در نک سوزن میباشه بنابراین سوزن باید تغییر بدین جایش اک سوزن نو بگذارین. خوب امکان داره که وقتی که در روی پارچه مشکل میبینید پرابلم ده مشلا و ماکو میباشه ببینید اینجا مشله یک مشله اگر درست در جایش مانده نشته باشن اصلا از اینی جری اینجا جریس که از این جری باید تار تیر شد از این قسمت عبور کنه اگر از اینجا تار خود اعلام میکنه بازم مشکل در روی پارچتان ظاهر میشه و یا امکان داره خود این مشله پلاسیکی رو این مشله جدارش باید سر لشم باشه اگر ایخ کدام خراشیدگی در روی مشلا میبینین یا باعث پرابلم میشه چون تار نمیتونه درست از از عبور کنه از, از خود از این قسمت بنان بهتر است که یک مشلی نوه جایش بگذارن یا امکان داره ماکو ده این ماشین ماکوش در خود ماشین نصب شده گیز و اکثر ماشین هست که ماکوش جداست، هست به ای شکل مشلا و ماکوش و این مکو که میبینین اینجا هم یک جری داره امکان داره تار از این قسمت خود از این جری ایلا داده باشه فران این از بسیار مهم است که تار از این قسمت خود از این جری تیر شود و در قسمت و و ماکو یک درجه داره تنشن کی تنشن نظر به زخامت تار باید تغییر کنه بیس اگر تنشن باز میشه باز اینه مشکل ده کوکایتان میبینین کی خوب بخاطر از اینکه تست کنین که ما تنشن از ماکو درست است فقط ماکو داخل ماکو میکنن و به این شکل بالا پایین میکنین میبینین که اگه مشلا پایین افتاد به این که تنشنش باید تغییر کنه جس شوه یا اگر بسیار چی باشه قید باشه درجه بسیار تایید باشه بازم خودتان احساس میکنین به نان به شکل میتونن تست کنین که درجه تنشن ما خوب امکان داره در خود ما پرابلم باشه بهتر است که یک ماکوی نو بگیرین و از که در خود ساختمان ماکو گاهی وقت میشه که مشکل می باشه باید فقط با تبدیل کردن ما مشکل حل میشه خوب امکان داره اینجا روی ماشینک که بینین یک تنشن است تنشن کی نظر به زخامت تار و نظر به پارچه ای باید تغییر کنن ببینین نظر به و و همچنان مشکل دیست که تار و سوزن و پارچه باید هماهنگ باشه و این درس بعدی ما و شما می باشه که در مورد تار سوزن و هماهنگیش با پارچه با شما خواهم بود امیدوارم از این درس خوشتون آمده باشه تا درس بعدی خداحافظ شما